سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی 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 خوش اومدید به چنل مدیرکتی. من علی هم و امروز اومدیم با یه ویدیوی حواشی دیگه از امیر تتلو، موری و دخترهای زیر سن. امیدوارم کار دوست داشته باشید و برو بریم. خب رفقا، اومدیم با یه پوشش حواشی دیگه از امیر تتلو و موری و داستان پلیس و پلیسکاری که شده بود جدیدن و اینکه لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. ویدیو قبلی و بازدید خیلی زیبایی داشتید، خیلی فوش خوردم، ولی برای مهم نیست اصلا. و حالا آخر این ویدیو کامنت ها هم هستش، به اونام اونا رو هم میخونیم، حالا با هم دیگه صحبت میکنیم و اینا. ولی الان بدون اتلاف وقت نظراتتون رو توی کامنت ها به ما بگید برای برنامه های ترجمه، ترک های پیشنهادی و آرتیست های مورد نظرتون رو حتما به ما بگید و اینکه بریم برای ویدیو. خب سلطان توتور، من ریدم تو دهن سلطان. خب اولین ویدیو، ویدیو یوتیوب موریه که به تازگی منتشر شده. بریم ببینیم چی میگه. اولشو خیلی طوفانی به پا کرد. این احمق با اون ننه مریضش به من، ننش به من میگه فیس شیطانی. شیطان خود شمایی. البته از لحاظ فیسی بخوای نا کنی، موری خیلی شبیه آدمیزاد تره. این اصلا کاملا یه قیافه موجهی داره به نسبت امیر تتلو. کلا یه قیافه شیطانی که بخوای بگی اونور میتونی نسبت بدی، اینورا نمیتونی بیای. شیطان کی؟ شیطان توی دیگه. اینو بعدش ریدی، شما میایم به ما بی احترامی میکنی، نگاه نمیکنی که پسر چقدر آدمو عذاب داده. نه حالا اینم که داستانش فرق میکنه، بالاخره هر کسی بچه خودش واقعا پاره تنش طرف بچه خودش رو میگیره تو هر حالتی، بالاخره بچهش اشتباه هم کرده باشه طرف بچه خودش رو میگیره. ولی بالاخره به نظر من حق تو این یه مورد با امیر تتلو و مادر عزیزش نیست. چقدر مواد مخدر رو ترویج کرد بین همه که الان نفر یکی گل دست گل بکشید خوبه چت. آره آره، اینو من به شخصه واقعا باش مواجه شدم. یعنی بعد از این داستانی که تبلیغ شد و فلان و اینا، واقعا دست هر کسی واقعا گل میدیدی. یعنی همین الانش هم هستش، خیلی زیاد شد واقعا تو جامعه. و اینکه این حرفی که موری داره میزنه کاملا درسته، من خودم شخصا باش مواجه شدم. کنید فلان گوش بیمید، کنسرت کنسل یه ان. تو یه کنسرت نمیتونی بذاری لاش خور طرفداراتو. با خودم تو کنسرتت بودم دیگه، یه مش وحشی زدن در من رو شکوندن. البته اینم داره درست میگه، کنسرت پارسالش که تشکیل نشد، یه 20 نفر ریختن تو خونه فقط واسه اونا اجرا کرد بعد یه ماه دو ماه تمرین، که البته اون نفرات هم معلوم نیست قبلا تو خونه بودن یا مثلا بیرون آورد. به نظر من که اون نفرات تو خونه بودن، همینجوری واسه همونا یه اجرای کشککی رفت. و کنسرت قبلیش هم که کلی حاشیه به پا شد، در و پنج در اون چیزا رو شیکوندن، ورودی اون سکیوریتی اون تیم اینا و خیلی اتفاقای دیگه تو کنسرتش افتاد که اون زمان خیلی بولد شدش. فیلماش موجوده، یه مش وحشی بی خانواده‌ن، همینایی که میان فوش میدن. میای فیلم دختر مردمو منتشر می‌کنی فوش میدی تو فیلم با افتخار؟ بابا خیلی کثیفی تو. اون یکی فیلمو، همون فیلمی که میگم منتشر کردی، از خانم ستاره است، از ستاره خانومه که میگی سرتو بگیر بالا چیزی نیست. که این ویدیوشو توی ویدیو قبلی پوشش دادیم و اسکرین شاتی که موری هم گذاشته بود و گذاشته بودیم براتون که کاملا ببینید و متوجه داستان بشید. فلان اینا نامه پزشک قانونیشو من دیدم، کثیف. چه بلایی سر این دختر آوردی با اون فیلم، گور خودت رو کندی. یا اومدی اون یکی فیلمو گذاشتی دختره داره به من حمله میکنه، گور خوردی. واقعا تو کت منم نمیره. یعنی امیر تتلو با اون تیم سکیوریتی که داره، با چه میدونم بادیگاردایی که داره تو اون خونه، مثلا خونه در داره دیگه، طرف نمیتونه درو بش کنه، دختر 15 16 ساله که. بعد منتشر شده که این دختره داشت به امیر تتلو حمله میکرد، خب اصلا امکان نداری همچین چیزی. به نظر منم واقعا غیر قابل باوره. چیزی که گفته شده با واقعیت به نظر من فرق داره. دختره بدون اجازه وارد خونه شده، مگه میشه همچین چیزی؟ توی اون شهرک بدون اجازه بیاد وارد بشه؟ اصلا امکان نداره. به نظر منم اصلا امکان نداره. کلا یه چرت و پرتیه که الکی واسه این که سر و ته قضیه رو هم بیارن یه همچین چیزی گفتن. واقعا با اون تیم بادیگارد و فلان و الو بلو اینا 30 نفر تو اون خونه هستن، هر سری بکن یه نفر بخواد بیاد شخصا امیر تتلو جلوش باشه، بعد به امیر تتلو حمله کنه، بعد مثلا چاقو دستش بود، پنجه بوکس دستش بود، چی دستش بود، با چی میخواست حمله کنه دختر 15 16 ساله؟ چرت و پرته به نظر من این قضیه. دی کجا مجبور شدم؟ اونجایی که اومد مسیج داد، حالا تو ویدیوها گفتم دیگه اینجا نمیخوام تعریف کنم، اومد به خانم من مسیج داد،
اونجا رگ غیرتم زد بالا، اشتباه کردم توی لایوام، گفتم همه جا تو استوری گذاشتم، گفتم اشتباه کردم نیومدم حرفی بزنم، الان اومدم و تا آخر این قضیه پشت این داستان هستم، تا آخرش تا تهش میرم جلو. واقعا بیشترین، یعنی کسی که بیشترین پیگیری داره به نظر من موریه، یعنی بیشتر از حتی اون دخترها و چه میدونم خانواده هاشون، و یعنی مثلا خانواده اونا بیشتر با پیگیر باشن، بیشتر به نظر من موری پیگیره. و اینکه حالا یه سری چیزایی هم دیدن در مورد اینکه امیر تتلو برگردونن ایران اعدامش کنن فلان بل، همه این داستانا رو دیدیم مثلا شنیدیم، ولی خب به نظر من واقعا تنها کسی که خیلی بیشتر از همه پیگیره همون موریه، برعکس اون خانواده هایی که اونا باید پیگیر باشن. خاک تو سرتون. تا اینو ترمزش رو بکشیم، الان کشیدیم و کامل میکشیم با این کامل. و از یه منبع موثقی شنیدم، همون خانومی که مثلا میگفت به من حمله کرده فلان، فیلمشو گذاشته بود جیغ میزد اومده بود امیر دیوار رو خراب کنه، خودش ریده بود امیر دیوار، هم اونجا بنده خدا میخواست قضیه رو جمع کنه که نیال اینو بگان دیگه، اینقدر ببین چقدر بیشرفه این آدم. همون خانومه رو من شنیدم از یه منبع موثقی، یادم رفت بگم که پیشنهاد ازدواج داده به اینو، پاشو بیا دختر زیر سن، زیر 18 بکن. واقعا من نمیدونم مثلا تو عقل این بچه چی میگذشته، مثلا 4-5 سال همین تطلوع استوری میذاشت نیو فیس نیو فیس نیو فیس، بعد الان با سحر قریشی هم قطع رابطه کرده، یهو به تو پیام داده که پاشو بیا من میخوام با تو ازدواج کنم. عقلی که دارید واقعا خودتون ندارید، زیر سنید، خب سرپرستی بچه به عهده پدر مادرش، پدر مادرت که عقل دارن ولت کردن همینجوری، گفتم برو دخترم برو تو خونه امیر تتلو هر گویی دلت میخواد بخور. واقعا متاسفم واسه بعضیا. 16 سالشه 17 سالشه، عشق دختره 15 16 ساله رو داره، ببخشید من اینجوری میگم واقعا. حالا من داشتم اصلا یه چیزای تاسف باریه واقعا، همین که این چیز تو این رسانه واقعا بولد شده به نظر من همینجوری جای تاسف زیاد داره، اما بهتر از لحاظ قانونی پیگیری میشد جمع میشد میرفت. ویدیو امین فردین رو میدیدم، میگفت که مثلا دختر بره اونجا برارو داشته باشه اینجوری نگرش میداره، حرفشو 100 تایید میکنم، نگرش میداره کچلش میکنه. این داستان کچل کردن رو زیاد دیدیم دیگه، بنده خدا سحر قریشی هم کچل کرد، پشیم زنی امیر تتلو کتکش میزنه، کبودش میکنه، صورتش باد میکنه، زشتش میکنه دختر زیبایی که بره اونجا. وگر نه این امثال اون دختره کیه، شبی زیر سیگاریه تتوماتو داره انچوچک، برو ما کاری نداشت سلطان که واقعا، یعنی اونم واقعا من نمیدونم تو ویدیو قبلی گذاشتم ها، یعنی خدا وکیلی فکر کن یه نفر بیاد بگه مثلا سلطان تونست برای ما امنیت کامل به وجود بیاره، بعد سلطان برای خودش متاسفانه نتونست امنیت کامل به وجود بیاره، دختر 16 ساله وارد خونه شد اومد خفش کنه بکشتش. واقعا یه چیزایی حداقل درست کنید، حرفای خودتون واقعا با هم بسازه. سلطان تونست واسه تو امنیت کامل به وجود بیاره، واسه خودش نتونست، جمع کنید خدا وکیلی. بیام میکنه زبونش اینه چون سگ میمونه. خب بذار ببینیم این ویدیو چیه، از چنل اتحاد تتلیتی منتشر شده. در خانه وحشت که میگذرن بالا که گرفتن بچه ها وحشتناک داشتن کار میکردن. تو خدا زمون منو نست نکن، تو رو خدا البته این ویدیو رو هم ساختن حالا به شوخی مثلا اتهامات رو رفع کنم، ولی خب بالاخره شهادت مردم و این چیزایی که هستش چیزی نیستش که بخواد با این ویدیوهای چرت و پرت و مسخره و دلغک بازی بخواد رفع بشه. حالا ببینیم این چیه، زده زبون منو نبر فلان خانه وحشت، خانه جاسوسی امیر تتلو. زبونه بسید زبونه رسیده نه آقا زبون واقعی، چون فکر ما اینجا علکی علکی برشادی اینو کی داره دستم، من فقط یعنی فکر کن مثلا این تعداد آدم تو اون خونه بودن، یه دختر 16 ساله به امیر تتلو حمله کرد، واقعا خنده داره. واقعا حتی ویدیوهای خودتون هم اومدید ویدیوی طنز بسادید، ویدیوتون واقعا خود طنزتون هم خنده داره. چی میکشم؟ شیشه رو بکشیم بکنم؟ یه ذره شما بکش، یه ذره من بکش. نه باید بکشی، زبونمون فقط میبوره.
آره مصطفی الان بالا برعکس بود، الان برعکس شد. خلال دندون هایی که از برای چیز ازشون برای درآوردن چشم بچه استفاده میشه. ما به شوخی میگیم و حالا اینا بالاخره این اتهاما باید ثابت بشه، فعلا در حد جریان چه میدونم پرسجوی محلی و یه همچین داستان هست، حالا این چیزا باید ثابت بشه، ما صرفا فقط داریم اینا رو پوشش میدیم که شما ببینید. گرفتم خیلی وحشتناک داشتید کار میکرد خانه وحشت. خب من همین دیگه میخوام نشون بدم خانه وحشت چیا میخواد. اینا توش سمه، ببین اینا توش سمه، اینا رو به زوب همه شون یه پسره بود زده بود که با امیتا تارینا فوتبال بازی میکرد، ویدیو درست کرده بود تو اینستا که من تو شرایط غیر انسانی داشتم فوتبال بازی میکردم و من سر اون ویدیو واقعا از خنده ترکیدم. ولی خب حالا ببینیم ادامه این چیه. ما اینجا بزور بحشت کردیم اینا مرز آدمه مال من یه ساعت اون بازی میگردم اینا رو میبینیم من گردن نمیگیرم اینا خیلی بحشت ناسه خورده و سخونه خورده مغزه که ریزن خورده مغز خودت متاسفانه مغز این دختر رو قاچ قاچ کرد خورده مغز بادوم خورده مغز بادوم گفتش الان رو به پی این ویدیو رو من فرستادم برای امیر گفتم تو ویدیو بذاره نا کنید واقعا هم خنده داره هم جای تاسف داره یعنی در این حال جفت حالت ها هست گیری هستی؟ پس من یکی دیگر میارم باهاش رابطه برقرار میکنم بعد به خاطر اینکه من پروتئین رو از این آمپولا مصرف میکنم تو بعد بیای حالا چجوری این رو بازش کنم رو نمیشه بگم این جلو دوربین حالا غیر مستقیم بگو تو بعد بیای مثلا نمیدونم کارو تمومش کنی یا بله پروتئینی که از گوجه و خیاری که امیر تتلو مصرف میکنه قراره این خانم تموم کنه چرا؟ چون این خانم با امیر تتلو تو رابطه بوده خب بعد امیر تتلو خیلی برای این خانم احترام و ارزش قائل بوده درسته گفته خانم شما رو به پیری هستی خب من نمیخوام اذیت بشی من یه نفر دیگر رو میارم یه شب با من بمونه بعد اون لحظه‌ای که قرار کار تموم بشه پروتئینی که من از گوجه و خیار به دست آوردم بریزه رو شما چون پوستت چروک شده اینا رو شما مصرف کن دیگه این داستانی بوده که این خانم داره تعریف میکنه که اون پروتئینا و اینای من به تو برسه نره. به تو برسه عشقم از بدنم خارج نه 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 خب طرف پلش نیستش که خارج نشه چیه یه ساعت اونجا زور بزنه یه نفر دیگه بیاره بعد خارج نشه پروتئین باید خارج بشه ولی فقط باید به اونی که واقعا براش ارزش قائل ارزش داره برسه میدونی همچی چیزیه یعنی اون یه نفر بیاد کارو انجام بده پروتئینم به تو برسه عزیز دلم چون من برای تو ارزش قائلم میگفتش من نمیخوام اونه پروتئین گوجه و خیار طرف هادی چوپان روزی 10 کیلو گوشت میخوره یک کیلو بهش پروتئین نمیرسه این پروتئینی که از گوجه و خیار به دست اومده چون گیاهخوارم هستن دیگه پروتئین و چیزایی که زدم به اون دختره که میخواد بیاد یه شب با هم بخوابه برسه چون اونی که یه شب میخواد بیاد با هم بخوابه برام ارزش نداره که یه شبه تو برام مهمی تو هر شب هستی بقیه هم هستن پروتئین باید به تو برسه واقعا مغزت کجاست دختر واقعا عقلت کجاست اون باید به تو برسه که دوست دختر منی من با اون میخوابم تو دیگه پیریت رف میشه تو دیگه رو به پیری نمیری خدا وکیلی بعضی ها اگه مغز داشتم وضع مملکت ما این نبود بعد تو بیا کارو تموم کن بعد... میدونم چیکار کرد؟ خیلی به غرورم توهین میشه الان بشینم جلوی دوربین همچین چیز تلخی رو تعریف کنم من نمیدونم اون موقعی که میگفت پروتئین گوجه خیارم به تو برسه یه نفر دیگه کارشو بکنه به غرور تو بر نمیخورد الان به غرورت بر میخوره واقعا من میگم مقصر خودتونید بعضی ها میان به من میگن نه یعنی چی مقصر خودتونی مقصر خودتونی طرف این اجازه رو نداشته ببخشید اومده به طرف گفته تو داری پیر میشی من میگم یکی دیگه بیاد کارو بکنه پروتئینم به تو برسه بعد الان نشسته اینجا میگه به غرورم هم برمیخوره من اینا رو میگم خب همون موقع به غرورت برمیخورد اما یعنی واقعا همون سری قبلم که من اینو تعریف کردم 10 بار از تو شکستم این آقا کشی شلوارشو باز کرد خیلی ریلکس دستشویی کرد رو من یعنی قشنگ ماجرای امبرهرد و جانی دپ دیگه دستشویی کرد رو من
میدونی این من دارم به شوخی میگم گوجه خیار فلان و اینا، فکر نکنید مثلا خیلی دارم حال میکنم با این داستان ها، کلا یه چیز خیلی تلخ و دراماتیکیه واقعا. یعنی همچی چیزایی توی جامعه ایران ایرانی ها هست واقعا، جای تأسف داره هم برای این خانم هم برای اون آقا هم برای ما که داریم این چیزها رو میبینیم و مشاهده میکنیم و میشنویم و کلا بدآموزی داره، ولی خب به هر حال چیزیه که تو این جامعه هست و ما الان داریم طبق حواشی که به وجود اومده واسه شما پوشش میدیم. خانم به غرورش برخورد دیگه، متاسفانه عقل داشتی نمیرفتی دیگه لعنتی، من نمیدونم چی بگم واقعا. اه رسیدیم به قسمت مورد علاقه من، قسمت کامنت ها. خب کامنت اول از فورکس کلاس 402. آقا جان اینقدر نگید چرا رفتن خونش، چرا چرا تقصیر خودشونه، چه حرفیه داری میزنی؟ اولا اینا بین سن هیجانی و حساسی هستن، آدم تو اون سن خیلی نمیتونه ابعاد مسائل رو ببینه و با تجربه اون نترسه. خب منم دارم همینو میگم دیگه، میگم اون آدم مادر پدر نداره، مادر پدر سرپرست بچه رو تو همه جای دنیا تا سن 18 سالگی دارن دیگه. الان شما بلند شدی این کامنتو واسه من گذاشتی، بعد کامنتو واسه مام بابای اون طرف میذاشی، میگفتی خاک تو سر مام بابات کنن، نمیتونی بچه نگهداری، بچه نیار، لیاقتشو نداری، بلند شدی اومدی اینجا داری به من میگی. خب من چی گفتم؟ من نگفتم طرف اونجا مثلا خوب کاری کرده پا شده رفته فلان شده ال شده، که من دارم میگم بالاخره مادر پدرش مقصرن، خود طرفم مقصره. این چیزی نیستش که مثلا یکی دو روزه باشه، چند ساله این حواشی واسه امیر تتلو هست، همون زن سروشیچ کس واسه همین داستانا پیج امیر تتلو رو بست، بعدش یه پیج دیگه زد اومد نیو فیس با فلانی هماهنگ کنید، با فلانی هماهنگ کنید، میخواهید بیاد پیش من، بعد همه اینا رو دیدن بازم رفتن. بعد تو اون سنم بالاخره بچه 5 ساله هم بذاری طرف میفهمه چیه داستان. بعد زده خب اینا اگه میدونستن که نمیرفتن، خیلی ساده است فهم این. خب میدونستن آقا، به نظر من همه میدونستن، به نظر من این چیزی بود که هر آدمی میدونست، حتی کسایی که از خارج وارد ایران شدن، مثلا خانومای افغان، آقایون افغان، هر کسی بپرسی بازم اونا میدونستن امیر تتلو واسه چی میگه دختر بیاد خونه من، اینا بازم پاشدن رفتن. در ضمن امثال شما که میگین تقصیر خودشونه، مگه وقتی آدم میره خونه کسی که حالا دوستش داره یا مهمانی میره دیدنش، مجوزی میشه برای وحشیگری میزبان؟ چرت نگو دیگه، فوشم نده به این بچه ها. من فوش ندادم حقیقت مطلب، و اینکه خب منم نگفتم امیر تتلو مجوز اینو داره که مثلا به طرف تجاوز کنه، فلان کنه، ال کنه. مثلا تو در نظر بگیر من یه بازی درست کردم، خب میگم هر دو نفری که میان یه نفر میمیره اون یکی 100 میلیارد برنده میشه، بعد طرف که 100 میلیاردو میگیره میره بیرون میگه آقا این رفیق منو زده اونجا کشته. خب بعد شما میای کامنت میذاری که چیز مای طرف حق داشته فلان کارو کنه، فلان کارو کنه، ال کنه. آقا اصلا کار من غیر قانونی؟ خب دقیقاً دارم مثال مشابه میزنم دیگه، کار طرفم غیر قانونیه، کار امیر تتلو. خب من از قبل گفتم که قراره یکیتون بمیره، اینم از قبل مشخصه، گفته که بیایید اینجا باید با من بخوابید، بازم پاشدن رفتن. من نگفتم مجوز داره، که گفتم کارش اشتباهه، به نظر من از لحاظ قانونی باید بره جلو و به انتها برسه. یه جوری میاد میگید که انگار مثلا من گفتم نه امیر تتلو حق داشته اینا مقصرن. گفتم از هر دو جهت طرف، هم اونا مقصرن هم امیر تتلو مقصره. کامنت بعدی رو ببینیم. خب این فوش داده، بعد زده تو فیلم اونو نکش. خب من بچه‌ها مرسی به فکر سلامت من اصلا نمیکشم. والا خب شما نکشید، من میکشم دیگه، چیکار داری؟ منم اصلا نمیکشم، مرسی که به فکر سلامت منی. الان مشکل کل جامعه ما حل شد دیگه. کل محتوای ویدیو رو ول کرد این طرف، مستقیم گیر داد که تو نباید اونو بکشی وسط ویدیو. مرسی به فکر سلامت منی. بعدی داداش یه چیزی بگم، ناراحت نشو، تو بلد نیستی تحلیل کنی و خیلی هم توهین میکنی. والا توهینی که نکردیم، در ضمن ویدیو تحلیل نبود، ویدیو پوشش حواشی بود. یه قضیه‌ای که انقدر مشخصه نیازی به تحلیل نداره، هر کی ببینه مشخصه داستان چیه. من نباید بشینم اینجا واسه شما تحلیل کنم، من پول نمیگیرم بیام اینجا تحلیل کنم، که اصلا قضیه کامل مشخصه و ویدیوی ما هم صرفا پوشش حواشی بود، تحلیل حواشی نبود. درست حرف بزن و یکم کار کن تو تحلیلات. چشم، مرسی. والا ما بعدم حرف نزدیم حقیقت مطلب، هرجوری فکر می‌کنم. بعدی اینم محمد تتلیتی، این یکی از سابسکرایبرهای قدیمی ما ها بچه. یعنی مثلا من یادمه مثلا یه سال و نیم پیش این طرف واسه ما کامنت چه میدونم عشق داداش فلان قلب ملب میذاشت، الان کامنت رو نها کنید، فوش و فوش و فوش و فوش و فوش و منم جوابشو نمیدم، یه بار دیگه بیا فوش بده، مرسی. بعدی
دوست عزیز، تو اصلا سواد تحلیل کردن نداری، خواهشن کمتر چرت بگو و چرت و پرت نگو و چرت و پرت بگو. تو برو یه مش گوسفند بخر، برو باشون، برو چوپان بشو، سواد تحلیل کردن نداری، گوه زیادی هم نخور. اما اولا گفتیم ویدیو پوشش حواشی، ما تحلیلگر نیستیم، تحلیل میخواید بید اخبار ناکنید. و اینکه هنو بابای شما داره گوسفندا رو میچرونه دیگه، چوپونشون هستش فعلا، چوپون جدید استخدام نمیکنه، ایشون بازنشسته بشه ما میایم. بعدی من معذرت میخوام که اینجوری میگم، چقدر نچسبی شما این تحلیل های آبکی رو از کجا میری. بچه ها این ویدیوی پوشش حواشیه، واقعا ویدیوی تحلیل نیستش، من نمیدونم چرا هی اینو دارید میگید. تحلیل های آبکی هم نبود دیگه، واقعیت مطلب ما گفتیم، چیز خاصی یعنی مثلا اشتباه حرفی نزدیم، هر چی بوده ما گفتیم. تحلیل آبکی رو نمیدونم از کجاتون شما در میارید میچسبونید به ما. ببین یه دختر زیر سن به هر دلیلی، ببین به هر دلیلی که تو بگی پاشوده رفته اون خراب شده، اینجور که تو میگی یعنی اینجا هر بلایی سرش اومد، ما دیگه مقصر خودشه. ای بابا نه خیر، ما نگفتیم مقصر خودش. اولا دختر زیر سن پدر مادر داره، پدر مادرش باید ببینن این کجا میره، کجا میاد، با کی میره، با کی میاد، مقصر اونان. خب منی که اینجا نشستم گفتم فلان اتفاق افتاده نیستم، بعد زده هر بلایی سرش اومد دیگه مقصر خودشه. نه معلوم مقصر خودش نیست، طرف غیر قانونی کار کرده دیگه، کارهای غیر قانونی کرده تو خونهش و از لحاظ قانونی هم بالاخره پیگیری میشه. من نیومدم بگم طرف مقصر نیستش، مقصر همش دختران. من دارم میگم آقا این طرف یه آدمیه که مشکل روانی داره، این کارا رو کرده و از لحاظ قانونی پیگیری میشه، به سزای اعمالش میرسه. دیگه اینا هم وقتی این داستانو میدونستن خب پا نشید برید اونجا، بعد بلنشید ویدیو بگیرید دیگه. شما که داری میری اونجا بالاخره همه این داستانا رو میدونی، چیزی نیستش که بگی من نمیدونستم، اشتباهی رفتم، فکر میکردم اونجا قراره فقط واسه من میوه بیارم فلان شهرشه. نه یه همچی داستانی نیستش. بعدی هنوز شعورت بد یاد نده موقع کلیپ چیزی نکشی. آقا من نمیکشم به خدا، بیا مرسی به فکر سلامت ماید. کل ویدیو رو ول کردن، بعد گیر دادم به پاد کشیدن ما وسط ویدیو. من نمیفهمم واقعا، یعنی مسائل مهمتری تو این ویدیو نبود بهش گیر بدی. بعدی چرا میرید نکن دیگه، اگه عقل داشتن که نمیرفتن. خب منم میگم پدر مادرش مقصره دیگه، مقصر من نیستم که دارم این حرفو میزنم. این تتلو بعد دکمه سیکتیرشو زد، زیادی شاخ شده بود. خب منم مشکلی ندارم که، منم تو تیم شما هم دیگه دارم میگم این طرف کار غیر قانونی کرده، باید از لحاظ قانونی پیگیری بشه، به سزای اعمالش برسه. من نگفتم نیومدم طرفداری بکنم که، دارم میگم خب طرف مقصره دیگه، حرف اشتباهی نمیزنم که. شما هم داری همینو میگی، منم هم دارم همینو میگم، فقط شما با یه قسمتش مشکل داری که چرا میرید. خب نمیرفتن دیگه آقا، نمیرفتن که همچین داستانی واسه شون پیش نمیومد. من چیزیه که جدید 4-5 ساله همچین داستانی هست. بعدی زد و نقیض صحبت میکنی، در رسانه سیگار کشیدن تبلیغ است. آقا این پاد سیگار نیست، ما خودمون میدونیم سیگار کشیدن تبلیغه. در ضمن اصلا تبلیغ باشه، کس نمیاد خیر ما رو بگیره. سریال گذاشتم پیکی بلایندرز، هر قسمتش یه کارتون سیگار مصرف میکنن. اگه میخوای گیر بدی برو زیر اونا کامنت بذار که سیگار کشیدن در رسانه تبلیغ است، خجالت بکش یا گیر کنی فردا میگی نمیدونستم. نه اتفاقا من میدونستم، ما مثل خمینی نیستیم، نمیدونستم. ما همه چی رو میدونیم و انجام میدیم. بعدی سلماز اس اس، حالا همه واسه من شدن تحلیلگر رو ریاکت کن و بابا جمع کنید خودتونه دیگه، از هر هنی که نباید کلی گرفت. والا این کانال ریاکتی که شما داری میبینی 3 سال اینجاست. خب شما من نمیدونم چند روزه اومدی تو یوتیوب، ولی ما 3 سال داریم فعالیت میکنیم، تحلیلم نبوده، پوشش حواشی بوده و این کانال دقیقا 3 ساله که داره فعالیت میکنه. لازم نکرده بگی همه واسه من شدن فلان کار، نه از این خبرا نیستش. یوتیوب فارسی شده مثل کارگاه خیاطی، یه چیزی میدم به همه سریدوزی میکنن. یوتیوب فارسی هم همینطور شده، منتظرن یه سوژه بیاد خدا به خیر کنه همه انگوشی میکنن، بس دیگه علی شده نیارید بابا این همه موضوع ایده، چرا اینقدر خسته کننده هستین. خارجی ها سر موضوع جانی دپ و امبرهرد اینجوری نکردن که کردن، شما در جریان نیستی که شماها دارین سر یه موضوع کوچیک این کارا رو میکنید. شما میرفتی اونجا میخوابیدی به تجاوز میشد، بعد هزار جور فیلم هم ازت میگرفتن، نمیومدی اینجا بگی سر یه موضوع کوچیک. اتفاقا موضوع کوچیکی هم نیست به نظر من. حالا بره بعدی فعلا ببینیم. تو و امثال تو و تتل رو باید یه جوری چونتون رو پاره کنن تا از این زوایا هم بتونی به مسائل نگاه کنی. همه جای دختر 16 ساله زیر سن قانون. خب من چی دارم میگم؟ من نمیدونم الان من چرا شدم مثلا مثل امیر تتلو، انگار دختر 16 ساله میام پیش من. من دارم میگم امیر تتلو مقصره دیگه، من نمیدونم یه جوری باید ما رو پاره کنن که فلانه، انگار مثلا من دشمن اینا هم دارم میگم که نه آقا امیر تتلو کار درستی کرده، دمش گرم.
ما یه همچی چیزی نگفتیم، شما اومدی پوشه شدیم گفتیم حمید تتلو هم مقصر، آقا اصلا یه آدم روانی مشکل روانی داره فلان و اله بله، از لحاظ قانونی پیگیری میشه دیگه. من نیومدم بگم که مقصر دختر است، گفتم مامان باباش بعد جلوشو میگرفتن دیگه. مثلا طرف اومده بگه مامان بابا من دارم میرم خونه امیر تتلو، بعد همه هم میدونن داستان چیه دیگه، بعد اونا گفتن باشه دخترم برو، نباید بیا اینجا به من بگی پاره کنن، که با هم میرفتی به اونا میگفتی، میگفتی تو که لیاقت بچه نگه داشتن نداری بچه نیار. این سر رو هیچ کسی بازخواست نمیکنه، بالاخره شهادت یه نفر شهادته، سن و اینا نداره. بعدم یه آرتیست ان هزار تا شایعه در موردش میزنن که خیلی باور نمیکنن تمام کمال پول گرفتی از اون دفاع کنی. بابا ما اصلا از امیر تتلو دفاع نکردیم واقعا، من نمیدونم ویدیو رو نگاه کردید نگاه نکردید، من همه جای ویدیو گفتم امیر تتلو مقصره بابت این قضیه، من نگفتم کار درستی کرده، همه جای ویدیو گفتم کارش غیر قانونیه، باید از لحاظ قانونی پیگیری بشه و این ماجرا تموم بشه دیگه. ولی بالاخره گفتم این دخترم بالاخره این چیزیه که همیشه هستی، چند ساله هستی، 4-5 ساله این داستان هستش، این حاشیه‌ای که امیر تتلو داره و فلان و ال و بل و اینا، میگم بالاخره این چیزا هم بوده و بازم اونا رفتن، میدونی این چیزی نیستش که بگی نه اونا نمیدونستن و فلان و ال و بل و اینا، نه به نظر من اتفاقا واسه همین داستانا رفته بودن. بعدی شما که میگی تو که میدونی نره، خب اونا از کجا میدونستن ها بابا؟ 4-5 سال امیر تتلو کلا پیج اینستاشو واسه همین مثلا پیج میلیونی شو، بعد بازم یه پیج جدید زد نیو فیس پاشو بیا اینجا پاشو بیا اینجا، بالاخره همه میدونن دیگه، از هر کسی بپرسی میدونه. اگر میدونست که نمیرفت، نه به نظر من اصلا این حرفی که داری میزنی داشه گلم کلا باطله، مشخصه تو فیلم دختره تعادل نداری که رو پای خودش وایسه، حتی نمیتونست درست حرف بزنه، اصلا نرمال نبود، اون همزاده باید به سزای اعمالش برسه. خب منم گفتم دیگه، گفتم امکان نداره اون دختر بخواد بره تو همینجوری به امیر تتلو حمله کنه بدون اجازه وارد بشه. شما دقیقا داری حرفای منو میزنی، فقط منو مقصر میدونی. من نمیدونم واقعا چه داستانی این کسایی که واسمو کامنت میذارن دارن کلا حرف ما رو میزنن، بعد میان به ما فوش میدن ما رو مقصر میدونن، نمیدونم داستان چیه. بعدی اینم یه خط فوش داده، نشستی فوت فوت میکنی اینم میکشی قلیون، حلقه تخمی تو 30 دقیقه نگه دار، فیلم و کلیپ تموم شه بعد بشین بکش. مرسی بچه، خیلی به فکر سلامت منید، من واقعا نمیدونم اینو نمیکشیدم شما چی میخواستید بذارید تو این ویدیو. یعنی کلا انگار حرفای ما انقدر درست بوده، تحلیلای ما درست بوده، خب همه بلند شدن فقط به این که ما اینو داریم میکشیم گیر میدن. بعد یه سری هم گذاشتن تحلیلا و کیداش اینا رو ناکن، کلا فقط گذاشتن که اینو نکش. بعدی حلقه میشه نزنی رو مخی، بعدش برو یه گوشه بشین بزن تا بترکی داش، ما نمیزنیم تو بزن نترک، تا عوض بزن حالشو ببر. حلقه هم میزنم داش، بلدم میزنم تا هم یاد بگیر بزن. بعدی یکی نیست به این دعیست بگه خودت کجایی هستی که اینجوری میگی به دخترای ایرانی؟ الان این با منه یا با امیر تتلو؟ من نمیدونم داداش، ما تو یه تیمیم، اگه داری به من میگی داری اشتباه میزنی واقعا. بعدی الان نشه میکنیم فیلم میگیریم و تادک. آره داداش مشکلش چیه؟ ناراحتی واقعا؟ من گفتم نمیشم. خب بچه الان مثلا به یه چیز دیگه گیر بدید، بچه بیاید ویدیوی بعدی به یه چیز دیگه گیر بدید. نیکست به جای اینکه قیافه یعنی تو رو با وی پیشیدم پاده ببینیم بهتر نبود عکس افراد کامل میذاشتی؟ مشخصه تو ویدیو دیگه، الکی گیر بی خود ندید بچه ها، خدا وکیلی. بعدی تمام و ویدیویی که امروز هم داشتیم از پوشش حواشی، ویدیو یوتیوب موری و کامنت هایی که برای ما گذاشتید هم تمام شد. امیدوارم کارو دوست داشته باشید. همه چی رو توی ویدیو کاملا مطرح کردیم، جواب کامنت ها رو دادیم و اینکه امیدوارم کارو دوست داشته باشید. لایک کامنت سابسکرایبتون فراموش نشه. ترک های پیشنهادی برای برنامه ترجمه‌مون رو توی کامنت ها حتما بهمون بگید، آرتیست های پیشنهادیتون رو بگید و اینکه نظراتتون هم در مورد هر ویدیو توی کامنت ها بذارید. بالاخره همین الان کامنت ها رو نگاه کردید دیگه، بالاخره اینام هستش. و اینکه عشق دلید، چاکریم فعلا.